در گفتار امروز میخواهم درباره اسمهای معرفه و نکره یا شناخته و ناشناخته در دستور زبان فارسی سخن میگم. رعایت معرفه و نکره بسیار مهم است، ولی افسوسمندانه امروز بسیاری ایرانیان آنها را درست نمیشناسند و این پیامدهای زیان آوری برای نثر فارسی دارد. بی توجهی به ویژگی های آنها جمله های مصنوعی و زشت به بار می آورد که بسیار غم انگیز است برای زبان زیبایی چون فارسی با آن همه پشتوانه ادبی و شاعرانه. افسوسمندانه در نوشته های امروزی فارسی بارها به چنین نمونه هایی برمیخوریم. یک انسان باید این توانایی را داشته باشد. این جمله فارسی درست نیست. بهتر است گفت انسان باید این توانایی را داشته باشد، نه یک انسان باید. نمونه دیگر، حرفی که یک زن باید به شوهرش بزند، باید گفت حرفی که زن باید به شوهرش بزند، نه حرفی که یک زن به. برای تعیین سن یک درخت باید، نه برای تعیین سن درخت، نه یک درخت، ولی میتوان گفت هر کس باید در سال یک درخت بکارد. یکی از علتهای اصلی این وضع درست نیاموختن زبان فارسی در دبستانها و دبیرستانهای ایران است. به سبب نابسامانیهای راجمان یا سیستم آموزش پرورش که زایده پیروی از ایدئولوژی دینی کوتاه بین است، وقت و انرژی خردسالان و جوانان و آموزگاران و دبیران را با درسهای بیهوده هدر می‌دهند. حالان که میبایست به زبان فارسی و دیگر نمودهای فرهنگ ایران توجه بیشتری شود. کمی مسئله را بشکافیم. اسم برای نمونه مرد، زن، دیوار، ستاره در جمله دو حالت میتواند داشته باشد. یکی این است که اسم شناخته گوننده و شنونده باشد. نمونه، کتاب را بیاور. مداد گم شد. در اینجا کتاب و مداد معرفند، زیرا گوینده و شنونده آنها را میشناسند و میدانند که سخن درباره کتاب و مداد معینی است. حالت دیگر نکره است، یعنی اسم شناخته شنونده نیست یا گوینده گمان میکند که شنونده آن را نمیشناسد. نمونه ها: کتابی خریدم، سنگی انداخت. نشانه نکره در اینجا حرف ایست که در پایان اسم می آید. در گذشته در کتاب‌های دستور زبان نمونه‌ای می آوردند که به خوبی معرفه و نکره را نشان می داد. این نمونه این است: مردی در بیابان دچار گرگی شد. مرد و گرگ که ای را به دنبال دارند ناشناختند. مردی در بیابان دچار گرگی شد. می توانست بگوید در بیابانی، ولی می گوید بیابان. در اینجا بیابان نه معرفه است نه نکره، اسم عام است. به آن باز خواهم گشت. مردی در بیابان دچار گرگی شد. مرد با گرگ جنگید و سرانجام گرگ را کشت. در جمله دوم مردی به مرد و گرگی به گرگ تبدیل شدند، چون دیگر ناشناخته نیستند. چند نمونه از ادبیات کهن فارسی. فردوسی: بفرمود تا اسب را زین کنند، همان زین به آرایش چین کنند. در اینجا اسب شناخته است، ولی در این مصرع سلمان ساوجی اسب شناخته نیست. شاها مرا به اسبی موعود کرده بودی. سمک عیار: اسبی خنگ بر در خیمه بداشت همچند کوهی. سعدی: پادشاهی پسر به مکتب داد. پادشاه نکره است، پسر معرفه، مکتب اسم عام. لوح سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نبشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. استاد و پدر در اینجا اسم عامن. کلیله و نمنه: آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. اسرار و توحید: طبیبی را حاضر آوردند تا شیخ را مداوا کند. طبیبی نکره است، شیخ معرفه. سمک عیار: دختری دید چون
صد هزار نگار. فرشته‌ای بیامد بر هیئت مرغی. فردوسی: جوان رفت و آورد خامه 200، به استاد گفت ای گرامی مایست. مقامات ژندپیل: جوانی از در خانقاه او درآمد، جوانی نکرست. حالات و سخنان شیخ ابوسعید: دیگر بار شیخ حدیث دستار کرد. شیخ و دستار معرفن. درویشی بر شیخ سوال کرد، درویش نکرست، شیخ معرفه. کشف المحجوب: مریدی از آن وی عنان خر وی گرفته بود. سنگی بود عظیم بزرگ به راه افتاده. کلیل و دمنه: مردی در بیابان گنجی یافت. حدود العالم: شهرکی است بر کوه نهاده. چند نمونه دیگر از کتاب سمک عیار: گفت ای آزاد مرد، کاردی و کمندی بیاور و صدره و پایتابه و آنچه بکار آید. مرا قبایی بیاور و جبه و کلاهی و طبقی حلوا. کلاهی نو بر سر نهاد و دستاری بالای کلاه در سر پیچید. نمیگوید یک کلاه نو بر سر نهاد و یک دستار بالای کلاه. در فارسی حرف اضافه را در برخی جاها ولی نه در همه جا نشانه معرفت است. کتاب را بیاور. در اینجا کتاب شناخته گوینده و شنونده است. مقایسه کنید با کتاب بیاور. در اینجا کتاب اسم عام است. نشانه دیگر شناخته آن و این و همان است. سفرنامه ناصر خسرو: چون از شهر تون برفتیم، آن مرد گیلکی مرا حکایت کرد. در اینجا آن حرف اشاره نیست، نشانه شناخته است. در فارسی محاوره‌ای معرفه نشانه دیگری هم دارد و آن صدای ا است که به پایان اسم افزوده می شود، مانند دختره، پسره، سگه، راننده. گفتم در فارسی نشانه نکره ای پایانی است، ولی گاهی به جای آن از یک استفاده می شود. ترجمه تفسیر طبری: یک روز به نزدیک آن چهار دیوار برگشت. یک روز یعنی روزی. مولوی: یک کنیزک دید شه در شاهراه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. یک کنیزک یعنی کنیزکی. منجیک: یک روز به گرمابه همی آب فرو ریخت. یک روز یعنی روزی. گاهی به جای یک، یکی به کار می رود. سعدی: یکی گربه در خانه زال بود. بلعمی: یکی خروس سفید دید بر میان راه ایستاده و سلاح او یکی چوب بزرگ بود و فلاخنی. میان ایشان اندر یکی فرزند آمد، عالمتر از همه فرزندان. تاریخ سیستان: او را یکی نیزه زد، بر پشت او آمد. در فارسی هرگاه اسم نماینده کل طبقه‌ای باشد یا به سخن دیگر اسم عام باشد، بی هیچ نشانه‌ای به کار می‌رود. نمونه ها: قابوسنامه، مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست. در اینجا مرد، برادر و دوست اسم عامن. نمونه های دیگر: تاریخ بیهقی، مرد آن است که پس از مرگش نامش زنده بماند. سعدی: زن نیک فرمانبر پارسا. زن اسم عام است. سنایی: اندر این ره که راه مردان است، هر که خود را شناخت مرد آن است. قابوسنامه: هرگز بیمار را متهم نکن. بیمار اسم عام است. قطران: عاشق به کام خیش نخواهد فراق دوست، کودک به کام خیش نبرد لب از لبن. در اینجا عاشق، دوست، کودک اسم عام. گلستان سعدی: افعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان نیست. پس گفتیم که در فارسی شناخته نشانه ندارد، ولی گاهی را که پس از اسم میآید به کار می رود، یا نشانه این و آن است که پیش از اسم میآید. نشانه نکره ای است که به پایان اسم افزوده می شود، یا یک و یکی است
که پیش از اسم میآیند. در ادبیات کلاسیک فارسی یک و یکی کاربرد بسیار کمتری دارند نسبت به ای پایانی. اگر اسم هیچ یک از این نشانه ها را نداشته باشد، نه معرفه است نه نکره، اسم عام است. مقصودم از اون چه تاکنون آمد تدریس دستور زبان فارسی نیست. میخواهم بگویم که افسوسمندان کسانی که به این نکته ها توجه نمی کنند به فارسی آسیب میزنند. به چند نمونه که در روزنامه ها و اینترنت فراوانند توجه کنید. یک شاگرد از راه دیدن و شنیدن یاد میگیرد. این یک از کجا آمده؟ یک در اینجا نشانه نکره نیست، چون اگر می بود می شد آن را با شاگردی عوض کرد. شاگردی از راه دیدن و شنیدن یاد می گیرد که بی‌معناست. در اینجا شاگرد اسم عام است، پس باید گفت شاگرد از راه دیدن و شنیدن یاد می گیرد. نمونه دیگر، نظر و دیدگاه یک مرد در این مورد کارآمدتر است. چرا یک مرد؟ نظر و دیدگاه مرد. البته این جمله اشکال بنیادین دیگری میتواند داشته باشد و آن این است که به نظر میرسد مرد را از زن برتر میداند. نمونه دیگر، روزی معلمی از شاگردانش پرسید، بسیار خوب تا اینجا مسئله ای نیست، ولی ادامه میدهد، بچه ها فکر میکنید ارزش یک انسان چگونه معلوم میشود؟ باید گفت ارزش انسان، نه ارزش یک انسان. نمونه دیگر، دستمزد ماهانه یک کارگر ساختمانی چه مبلغ است؟ باید گفت دستمزد ماهانه کارگر ساختمانی. نمونه دیگر، چگونه یک فرد را مثل یک کتاب بخوانی؟ نمونه دیگر، یک جنگ یک فیلم دانمارکی است که در سال 2015 منتشر شد. باید گفت جنگ فیلمی دانمارکی است که در سال. نمونه دیگر، چگونه از یک سگ نگاهداری کنی؟ آیا مقصود این است که نه از دو سگ نه از سه سگ؟ باید گفت چگونه از سگ نگاهداری کنی؟ در متن‌های اصیل فارسی هرگز نداشته‌ایم که یک راه که نشانه نکره است برای بیان اسم عام به کار ببرن. یک، یا نشانه نکره است یا واژه‌ای که شمار را نشان می‌دهد. این بیماری از راه ترجمه از زبان‌های اروپایی گریبانگیر فارسی شده. در اینجا وقت نیست که وارد بحث درباره شناخته و ناشناخته در زبان‌های اروپایی شوم. آنچه مسلم است این است که برخی کسانی که نه فارسی را درست می‌دانند نه زبان‌های اروپایی را، پنداشتند که حرف ا در انگلیسی و حرف‌های همانند آن در زبان‌های دیگر اروپایی که نشانه نکره است باید همه جا در فارسی به یک ترجمه شود، حالانکه ا همیشه نشانه نکره نیست و در بسیاری موردها اسم عام است، همان چیزی که در فارسی به نشانه‌ای نیاز ندارد. اگر بخوایم شوخی کنیم و کمی فانتزی داشته باشیم، ببینیم که روزی اگر کسانی که اینگونه می‌نویسند بخواهند متن‌های ادبی فارسی را بنابر سلیقه‌شان تصحیح کنند، چه آش شله قلمکاری به بار خواهد آمد. سعدی می‌گوید گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. اگر این جمله را این آقایان و خانم‌های شیفته یک بنویسند خواهد شد گاه باشد که یک کودک نادان به غلط بر یک هدف زند یک تیر. یا این بیت فردوسی، همی بچه را باز ناند ستور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور. خواهد شد همی یک بچه را باز ناند یک ستور، چه یک ماهی به یک دریا چه در یک دشت یک گور. یا باز هم بیت سعدی، جور استاد به زمهر پدر خواهد شد، جور یک استاد به زمهر یک پدر. اشاره کنم که در گفتارهای گذشته بارها تأکید کردم که زبان همیشه یکسان نمیماند و دگرگون میشود و مهمترین پیشرفتهایی که در تاریخ زبانها روی دادهند زاییده اقدامهای ارادی برای توانمند کردن زبان بودند، چنانکه زبان‌های اروپایی از سده 16 به بعد کردند و زبان فارسی از مشروطه به بعد به آن پرداخته است. ولی این سخن به معنای آن نیست که هر کجروی را پذیرفت و اجازه داد در زبان هرج و مرج برقرار شود و توانایی زبان آسیب ببیند. این کاربرد واژه یک
به جای نشانه شناخته، حالان که در فارسی شناخته نشانه ندارد و یک نماینده ناشناخته است، پیشرفت نیست و باید از آن دوری کرد. وقت ما به پایان رسید، باید در نگاهداری فارسی و توانمندتر سازی آن کوشید. هنوز در ایران انسان‌های درستکاری داریم که فارسی را به خوبی می‌دانند و به راستی به آن عشق می‌ورزند. باید کار را به آنان سپرد. متأسفانه دشمنی با فرهنگ ایرانی از سوی رژیم کنونی و بی‌توجهی به زبان فارسی همراه با هدر دادن انرژی و سرمایه‌های این کشور برای هدف‌های ایدئولوژیک که بیهوده‌اند، پیامدهای بسیار زیانباری برای فرهنگ ایران داشته است.